مجددا سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز. جلسه دوم روز اول رو از دوره دوم آغاز میکنیم. مروری داشتیم بر مباحث ابتدایی تعاریف پول، چون که یک سری پولهایی ما میتوانیم داشته باشیم که به ظاهر تعهد نیستند، هرچند اونها هم تعهد هستند. در واقع یک نوع حاکمیت، یک نوع تعهدی پشت اونها قرار میگیره، یا تعهد شبکه مثل کریپتوکارنسی. ولی پولهای جامعه مدرن همه به طور مستقیم تعهد هستند، یا تعهد دولت هستند مثل اوراق، یا تعهد بانک مرکزی هستند مثل اسکناس، مسکوک و ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی، و دیگری در واقع تعهد بانک‌های تجاری هستند مثل پولی که شما در حساب‌های جاری و حساب‌های سپرده دارید، و در نهایت پول خصوصی یا چک که تعهدی است که در اختیار تعهد خصوصی است در واقع، و میتونه به عنوان چک به حساب. خیلی آیا همه چی اوکی هست؟ برم جلو؟ مثلا بعد عرض کردیم که صدق گذاری سیاست پولی در گذشته این بود که فکر میکردیم تورم یک پدیده پولی است. آیا تورم یک پدیده پولی است؟ بله، تورم یک پدیده پولی است، ولی به سادگی نباید با این برخورد کردید. پدیده پولی است که در واقع کنترلش یک مقدار مشکل داره، یک مقدار سخت است. پس تورم یک پدیده پولی است، اما با هدف گذاری نقدینگی و هدف گذاری مقادیر کلهای پولی ما به کنترل تورم نمیرسیم. این مشکلی هست که وجود داره و وجود داشته. برای همین هست که علم اقتصاد کلان از دهه 1930 تا دهه 1980، یعنی دقیقا 50 سال، یکی از ناموفق‌ترین علوم در عرصه علوم اقتصادی و علوم انسانی بود. ولی از 1980 به بعد ما متوجه شدیم که برای کنترل تورم، که تورم خودش یک نرخ است، باید از هدف گذاری نرخ‌ها استفاده کرد. و دو نوع هدف گذاری نرخ انجام می شود، یکی هدف گذاری نرخ بهره است و دیگری هدف گذاری نرخ تورم. پس بنابراین سیاست پولی در دنیای مدرن که موفقیت بی‌نظیری کسب کرده، امروزه شاید موفق‌ترین علم انسانی، یا شاید موفق‌ترین علمی که در دنیا وجود داره که در جهت ارتقاء رفاه جامعه عمل کرده، علم اقتصاد کلان هست. و در اقتصاد کلان مشخصاً علم در واقع پول و بانک، اقتصاد پول و بانک بود که به اینجا انجامید که در واقع در بیش از 190 کشور دنیا نرخ تورم به خوبی کنترل شد، در حالی که در 1980 نرخ تورم در کشور آمریکا یک چیزی نزدیک 20% رسیده بود و در بسیاری کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای آفریقایی در واقع پدیده ابر تورم یک پدیده رایج بود. اما امروزه می‌بینیم که چگونه این موزل در اکثر کشورهای دنیا خدا را شکر متوقف شده. انواع نرخ‌های بهره رو خدمتتون توضیح دادم که برای ادامه بحث به تعاریف این نرخ‌های بهره ما احتیاج داشتیم. اما سه نرخ بهره‌ای رو که مهمتر هست و در ادامه ما باز به این نرخ‌ها باز خواهیم گشت، الان خدمتتون توضیح میدم و رد می‌شوم. یک نرخ هست که بانک‌ها به وسیله اون نرخ هم دیگه وام میدن یا از هم دیگه وام دریافت می‌کنن. در کجا بانک‌ها به هم وام میدن یا از هم وام دریافت میکنن؟ دوستان بفرمایید. احسان، نه بازار باز نیست. نه بازار باز نیست آقای مهدی کیخا. بازار بین بانکی است. بله. بازار لایبر هم نیست آقای مصطفی پور. بازار بین بانکی، بازار شبانه یا بازار بین بانکی، بازاری است که مثلا در آمریکا فدرال رزرو به وجود آورده. چون فدرال رزرو به وجود آورده، این تحت عنوان فد فاند ریت شناخته میشه. فد فاند ریت. بعضی از افراد فکر میکنن این نرخیه که فدرال رزرو وام میدهد. نه عزیزان من. این نرخیه که بازار فدوایر، بازار بین بانکی که بانک ها با هم دیگه تسویه میکنن، بر اساس اون نرخ شکل گرفته. چون این بازار رو بانک مرکزی آمریکا به وجود آورده، اینو تحت عنوان فد فاند ریت ما میشناسیم. آفرین به آقای اسام کورتابر.
پس اینی که من میخواستم بنویسم آقای حسام خطابا نوشتن. ببینید فیکس فاند ریت در استرالیا و خیلی از کشورهای دیگه تحت عنوان کش ریت شناخته میشه و در بسیاری از کشورها تحت عنوان اوورنایت ریت شناخته میشه یا نرخ شبانه بین بانک یا تحت عنوان اینتر بانک ریت شناخته میشه اینتر بانک ریت. پس این نرخی است که بانک ها به هم دیگه وام میدن و از هم دیگه وام میگیرن. اما نرخ دیگری هست اگر بانک ها در بازار بین بانکی یک روزی حاضر نشوند به یک بانکی وام بدهند، حالا به هر دلیلی چه اتفاقی میفته دوستان؟ آفرین. آها، اگر بانک ها حاضر نشوند به یک بانک خاص وام بدهند، دو راه وجود داره برای اون بانک. یکی مسئله که در لیمن برادرز اتفاق افتاد در سال 2008، یعنی بانک ها حاضر نشدن به لیمن برادرز وام بدهند، بانک مرکزی هم حاضر نشد وام بده. لیمن برادرز چیکار کرد؟ بلا فاصله همون شب، یعنی روزه، ببینید در کل ویکند تمام مسئولین بانکی کشور ایالات متحده با هم دیگه جلسه داشتن. روز شنبه و یک شنبه با هم جلسه داشتن. بقیه بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری رو نجات دادن. یکی از مؤسساتی که نجات دادن بزرگترین شرکت بیمه دنیا بود تحت عنوان AIG. یکی دیگر که نجات دادن مثلا بزرگترین بروکرش کمپانی دنیا بود. بزرگترین شرکت کارگزاری خرید فروش سهام اوراق بود. این رو نجات دادن. در واقع بانک آف امریکا یا BOA این بانک رو خرید. اما برای لیمن برادرز گفتن که اجازه بدیم که یکی از بانک ها تنبیه بشه. ما در نظام بانکداری بین‌المللی تنبیه نداریم دوستان عزیز. وقتی شما یک بانک رو تنبیه میکنید همون روز بانک دچار ورشکستگی میشه. پس اگر بانک مرکزی تصمیم بگیره یک روزی که به بانک هایی که دچار مشکل هستند کمک نکنه، همون روز اون بانک ها همون شب ورشکست خواهند شد. این بود که روز دوشنبه صبح که بازار باز شد لیمن برادرز اعلام ورشکستگی کرد، در حالی که واقعا این بانک اصلا ورشکسته نبود. بعضی ها میگن که چون که آقای پالسن در واقع تریجری دپارتمنت امریکا شد و از گلدمن ساکس رفته بود اونجا و اینها رقیب لیمن برادرز بودن، ایشون از مسائل شخصی داشت و حاضر نشد به لیمن برادرز کمک کنه. والله اعلم، ما نمیدونیم. ولی هر روزی ممکنه که یکی از بانک ها در اون شب خاص نیاز به اینجکشن پول داشته باشه در بازار بین بانکی که تسویهش رو انجام بده. این اینجکشن رو بانک میره از پنجره تنزیل بانک مرکزی در واقع وام کوتاه مدت یک روزه دریافت میکنه. دوستان این پنجره تنزیل رو ما به چی میگیم؟ پنجره تنزیل میشه دیسکاونت ویندو. درسته؟ پنجره تنزیل میشه دیسکاونت ویندو. نوع وامی که بانک مرکزی میده یک نوع وام خاصی است که این چرا درست ببخشید نمیشه. بله، این الان دیسکاونت ویندو درسته و این در واقع اون نرخی که بهش وام میدن هست دیسکاونت ریت. دقیق فرمودید، مثل این اونه که پنجرهاش بانک مرکزی باز میکنه، پول رو تقدیم میکنه به بانک ها. اما بانک مرکزی کلین لون یا وام بدون وسیله پرداخت نمیکنه. دقیق فرمودید، کلین لون پرداخت نمیشود. وامی که بانک مرکزی میده با وسیله است، پس ریپو هست. ریپو یعنی چی دوستان؟ ریپو یعنی repurchase agreement. دقیقا بودید؟ repurchase agreement در بازار بین بانکی هم اگر بانک ها بتوانند در ابتدا ریپو دریافت می کنند و ریپو پرداخت می کنند. اما اگر در بعد از ظهر احتیاج به وام داشته باشند معمولا میرن و با نرخ فد فاند ریت در واقع وام رو دریافت و پرداخت میکنن. فیت فاند ریت یک وام بدون وسیله است. دوستان عزیز، وام اگر وسیله داشته باشه نرخش بالاتره یا وقتی وسیله ندارد؟
وام وقتی بدون وثیقه است نرخش بالاتر، وقتی وثیقه داشته باشه نرخش پایینتره. هرچند این نرخ پایینتر ممکنه در حد چند بیسس پوینت باشه. بی پی که میگیم یا بیسس پوینت، اینا من بنویسم برای دوستان جدیدی که اومدن. بیسس پوینت یعنی چی بچه ها؟ یعنی 0.01% یا 1/10. کار فرمودید؟ پس 1/10,000 یا 0.01%. مثلا شما ملاحظه می‌فرمایید که نرخ ریپو نسبت به فد فاند ریت در بازار بین بانکی یه چیزی مثلا حدود 7 بیسس پوینت 10 بیسس پوینت پایین‌تر است. مسئله اینجاست که وقتی بانک مرکزی میخواد وام بده تحت عنوان the lender of last resort، the lender of last resort شناخته میشه یا آخرین وام دهنده. وقتی بانک مرکزی میخواد وام بده به عنوان آخرین وام دهنده وام میده. بانک مرکزی چگونه ممکنه که آخرین وام دهنده باشه؟ باید سایر بانک ها رو از این که این بانک ها در واقع بیان از بانک مرکزی اول به خانه استفاده کنن مایوس کنه. بانک مرکزی باید بقیه رو دور کنه. چگونه این کار رو انجام میده؟ دو تا روش داره. پس این دیسکاونت ریت و این دیسکاونت لونی که انجام میشه از دیسکاونت ویندو این پرداختی که انجام میشه به دو دلیل بانک ها رو از بانک مرکزی میراند به سمت بازار بین بانکی. بنابراین بانک ها اگر بتوانند در بازار بین بانکی استقراض کنند هیچ وقت از بانک مرکزی استقراض نخواهند کرد. به دو دلیل بانک ها سعی می کنند از همدیگه وام بگیرند. یکی این هست که همیشه دیسکاونت ریت هم تقریبا در اکثر مواقع یه بار در سال 2001 یا 2002 بود در اون بحران در واقع رکودی که در اقتصاد اونجا بود به وجود آمد دیسکاونت ریت رو آوردن زیر فد فاند ریت، ولی همیشه دیسکاونت ریت بزرگتر از فد فاند ریت هست. در فرمود این فد فاند ببینید دیسکاونت ریت بزرگتر از فد فاند هست. آقای کامرانی نوشتن که ریپو مارکت با اینتر بانک یکی هست. آقای کامرانی ببینید در بازار بین بانکی پول رو منتقل می کنند ولی به توافقی که می رسن با هم دیگه متفاوت هست. در توافق ریپو بانک الف از بانک ب میخواد میگه که یک مقداری اوراق به من بده، ارزش اوراقم باید بالاتر از ارزش اون وام باشه تا من به تو یک ریپو وام بدم. در فد فاند باز همون بازاره ولی بانک ها در عرض چند دقیقه به توافق میرسن چون همه چی مشخصه، نرخ مشخصه، خرید فروش مشخصه، نرخ بید و اسب مشخصه. معمولا اگر بانک ها وقت داشته باشن ریپو میگیرن. برای اینکه ریپو به تفاهم برسن بانک ها اون چیزی که مستره هست در بازار آمریکا لااقل یه چیزی حدود 3-4 ساعت وقت میگیره که بانک ها به تفاهم برسن که ریپو انجام بشه، این معامله انجام بشه. ولی در زمینه فد فاند در عرض چند دقیقه این قضیه انجام میشه. بنابراین بانک هایی که مثلا مازاد دارن یا کمبود دارن از صبح سعی میکنن ریپو انجام بدن تا بعد از اون به تفاهم میرسن، اما اگر به تفاهم نرسیدن بعد از اون قطعا ریپو میکنن. هر دوش هم در بازار وجود داره. اما مسئله اینجاست که این دیسکاونت ریت از فد فاند ریت بالاتره. یکی این هست. دومیش این که دیسکاونت ریت در واقع هست. دیسکاونت ریت هست چی؟ هست ریپو with سنترال بانک. در فرمودید؟ یعنی همواره سنترال بانک که داره وام میده مثل بقیه عمل نمیکنه. سنترال بانک همیشه میگه باید به من یه وثیقه‌ای بدی. حالا ممکنه این وثیقه خیلی حالا مثلا نقد پذیری هم نباشه، مثلا ممکنه که در یک شرایط NDS قبول کنه، ولی حتما باید ریپو هم داده بشود. ریپو هم تعریف کردم خدمتتون. ریپو یعنی وام با وثیقه. چگونه از این وام با وثیقه؟ یعنی بانک میاد یه قرارداد دو تا بانک با هم می‌نویسند یا بانک و بانک مرکزی میگن من از شما 1,000,000 دلار اوراق می‌خرم و فردا به شما
این همین اوراق رو میفروشم، امروز 1,000,000 دلار میخرم، فردا وقتی دارم به شما میفروشم 1,100,000 دلار من به شما میفروشم، یا 1,000,000 دلار من به شما میفروشم. یعنی قیمت خرید امروز با قیمت فروش فردا یه مقدار تفاوت پیدا میکنه. اون بانکی که این خرید و فروش رو انجام میده، اون بانکی که در واقع اوراق رو خریده، یک پولی رو در مدت یک شب در اختیار بانک دیگر قرار میده. حالا ریپو چقدر میتونه باشه؟ ریپو میتونه یک هفته باشه، ریپو میتونه یک ماه باشه، ریپو معمولا یک روز است، کوتاه مدته. اما در شرایطی که اقتصاد وضعیت مناسبی ندارد، مخصوصا در اروپا، وام لانگ ترم هم بانک مرکزی در اختیار بانک ها قرار میدهد. یعنی این ریپوه میره برای 2 سال به عنوان مثال. 2 سال در واقع بانک ها استقراض میکنند از بانک مرکزی اروپا. همین امروز، همین چند ماه شروع شده دوباره وام های اعتبار لانگ ترم. اما بانک مرکزی امریکا فد فاند معمولا یا ریپو انجام داده و عملیات بازار باز انجام میده، یا اینکه میره تسهیل مقداری انجام میده. این لانگ ترم انقدر در بازار آمریکا جا نیفتاده. آقای حمیدرضا فرمودن که سود وام بین بانکی با سود وامی که بانک‌ها به افراد میدن چه فرقی داره؟ وامی که بانک‌ها به افراد میدن دو تا فرق داره. یکی اینکه وامی که بانک‌ها به افراد میدن از محل پولی است که خود بانک خرج می‌کند. پس در بازار بین بانکی فرد نمی‌تونه بره وام بگیره. فردا بلند نشه بری در بانک مرکزی بگید من می‌خوام از بازار بین بانکی استقراض کنم. نمی‌شه از بازار بین بانکی شما استقراض کنید. فرد از بانک وام می‌گیره. اون ذخایری که در بازار بین بانکی هست، اون ذخایر فقط مخصوص تسویه بین بانک است. این نکته اول. نکته دوم این که پایین ترین نرخ ها رو بانک ها در بازار بین بانکی به همدیگه وام میدن یا از همدیگه وام دریافت میکنن. بنابراین وامی که در جامعه در جریان هست همیشه باید نرخش بالاتر از اون وام بین بانکی باشه. بگذاریم که کشوری هم در این دنیای خاکی فانی وجود دارد که نرخ بازار بین بانکیش مثلا 18% 18% ولی 75,000 میلیارد تومان وام میخواد نظام بانکیش بده با نرخ 12%. و حالا این چه در بعدن چه تبعاتی داشته باشن، خب قطعا از محل پای پولی در نهایت تأمین خواهد شد. باز آقای مزارعپور این سوالی امروز هم مرتبط نیست ولی جواب میدم، خب عرض میکنم. نرخ وامی که در یک نظام درست بانکی، نرخ وامی که بانک ها به افراد میدن بستگی به مقدار ریسک بازپرداخت اونها داره. هرچی طول عمر وام طولانی تر باشه، یعنی سررسی طولانی تر باشه، نرخ باید نسبتاً بالاتر باشه. هرچی ریسک اعتباری فرد بالاتر باشه، نرخ باید بالاتر باشه. بنابراین نرخی که بانک‌ها در جامعه وام میدهند مساوی است با یک نرخ پایه که تحت عنوان پرایم ریت میشناسیم. من اینجا می‌نویسم پرایم ریت به علاوه یک ریسک پریمیوم. ریسک پریمیوم یا آر پی، داخل پرانتز خدمتتون می‌نویسم آر پی. ریسک پریمیوم یعنی چی؟ یک نرخ پایه‌ای که بانک میگه من از این کمتر، البته در بازار غیر بانکی نه بازار بین بانکی، ببخشید در بازار بانک نه بازار بین بانکی نه نزد بانک مرکزی، اون نه پایین ترین نرخی که در جامعه بانک وام میده به نام پرایم ریت شناخته میشه، اون باید نزدیک باشه به نرخ بازار بین بانک. بعد یک ریسک پریمیوم اضافه میکنه. آقای حسام گفتن که آیا ریپوی قرارداد فیوچر هست؟ ببینید قرارداد فیوچر اولا اصلا ما نداریم. ما در اقتصاد هم قرارداد هایی که داریم اسمش هست فیوچرز. فیوچرز اس داره آخرش. در فهمیدی اون قراردادها اکسچنج ارگنایزد هست، یعنی در یک بازار بورسی این قراردادها تنظیم می شود. نه یه قرارداد وام هست، قرارداد فیوچرز هست. پس من سریع تر با ایزتون جلو برم.
اجازه بفرمایید این نرخ‌ها رو من توضیح دادم خدمتتون. سیاست‌های برای خروج از رکود، دو نوع سیاست ما الان می‌خوایم توضیح بدیم. عملیات اورما هست و تسهیل مقداری هست. در اقتصاد متعارف بانک مرکزی مسئول کنترل تورم هست، وزارت اقتصاد یا خزانه داری ایجاد اشتغال انجام میده. در نظریه مدرن پولی ادعاشون این هست که بانک مرکزی میتواند ایجاد اشتغال کند. به نظر من هم درسته، منتها نه در ایران. در کشوری که تورم انتظاری صفر باشه، بانک مرکزی میتونه اقدام به در واقع انتشار پای پولی کنه. بانک مرکزی میتونه برای اهداف توسعه و ایجاد اشتغال هم پول منتشر کنه، پای پولی منتشر کنه، ولی در کشور ما ممکن نیست. حتی اگر این قضیه اتفاق بیفته، اون وقت خزانه داری است باید مسئول کنترل تورم باشد. راه های خرج پول رو که ما در این دوره میخواییم دنبال کنیم و انشالله خدمتون توضیح خواهم داد، به چهار صورت بانک ها خرج پول در جامعه انجام میدهند و مهمترین این هست که بانک اعطای تسهیلات میکنند. باز مرحله رو که شروع کردم شما ملاحظه میفرمایید که چگونه این قضیه اداره در واقع به وقوع میپیوندد. پس هر پولی که در جامعه هست معمولا از تسهیلات به وجود آمده است، اما سه منبع دیگر برای خرج پول وجود داره. یکی این هست که بانک به سپرده ها سود میده. وقتی سود میده از هیچ پول خلق میکنه، در کامپیوتر بانک عدد تایپ میکنه. یکی پرداخت سود به سهامداران هست، یکی هزینه های شبکه بانکی هست. چرا بانک ها بونس های کلان میدن، حقوق دستمزد های بالا میدن؟ چون از هیچ میتونن خلق خرج پول کنن و در حساب های بانکی تزریق کنن. اما در کشورهای پیشرفته که نظارت وجود داره، که رقابت وجود داره، که نظام بازار وجود داره، که بانک‌ها در جهت سوددهی عمل می‌کنند، یک تعادلی بین اسلاید قبل که هست راه‌های خلق پول و روش‌های محو پول، یک تعادلی بین اینها وجود داره. چگونه ممکنه پول محو بشه؟ مهمترین حالتی که در جامعه پول محو میشه وقتی است که تسهیلات برمیگردد. دقت بفرمایید، وقتی تسهیلات برگردد محو پول در جامعه اتفاق میفته. البته هر پولی که به نظام بانکی بازگردد به یک نحوی محو پول است، و هر پولی که از نظام بانکی خارج شود به یک نحوی میتونیم بگیم که خلق پول است. پس بازگشت تسهیلات پول به جامعه برمیگرده، پس این یک نوع محو پول هست یا هسته پول است. اگر بانک مثلا این ساختمون بفروشه، باز پولش به بانک برمیگرده، این یک حالت محو پول است. اینجا نوشتیم خرید اوراق قرضه دولتی. من دیدم دیروزم در گروهمون بحث بود در گروه تلگرامی، متاسفانه اشکال از بنده بود، اینجا اشتباه بنده نوشتم. این فروش اوراق قرضه دولتی است. در فروش اوراق قرضه دولتی وقتی که بانک اوراق قرضه رو قبلا خریده بوده، دقیق فرمودید، وقتی بانک قبلا اوراق قرضه رو خریده بوده، همه اینها از منظر بانک است. حالا اوراق قرضه قبلا خریده بوده الان میفروشیم، پس پول از بانک، پول به بانک برمیگرده، اوراق از بانک خارج میشه. چون اوراق گردش بالایی ندارد، پس خاصیت تورمی ندارد. پس ما در واقع وقتی اوراق به جامعه برمیگرده و از ترازنامه بانک حذف میشود، این رو یکی از روش‌های محو پول میدانیم. هر نوع افزایش سرمایه بانک ها و هر نوع انتشار اوراق بدهی هم از مظاهر محو پول یا حذف پول می‌دانیم. یعنی در سال‌های گذشته که حجم نقدینگی به سرعت در حال رشد بود، یکی از ابزارهایی که بانک مرکزی می‌تونست استفاده کنه برای کنترل در واقع حجم پول این بود که بانک‌ها رو وادار کنه که افزایش سرمایه بدن و نسبت‌های کفایت سرمایه رو مراعات کنند. خب ما در این دوره می‌خوایم بر محدودیت‌های وام‌دهی تاکید کنیم که از رفتار خانوار و شرکت ها یک مقدارش به وجود میاد. یعنی خانوار ها ممکنه به نحوی عمل کنند که خلق پول در جامعه کنترل بشه. بخش دیگر بانک های دولتی هست. بانک ها هستن که اگر بانک دولتی باشه احتمالاً خلق پول بی‌ضابطه رشد خواهد کرد، ولی وقتی که نظام بانکداری خصوصی هست، نظام بانکداری که داره خصوصی هست، در یک محیط رقابتی بانک سعی میکنه اولا خلق پول را کنترل کنه، بعد هم سعی داره که نه فقط خلق پول را کنترل کنه که ریسک رو در شرایط انبساط اعتباری، یعنی زمانی که داره وام دهی انجام میشه، ریسک رو بانک سعی میکنه کنترل کنه. با این حال نظام بازار برای کنترل خلق پول کافی نخواهد بود و قطعا نظام بانکی
نیاز داره که سیاست های تنظیمگری یا سیاست های نظارتی داشته باشه. خب این هم خدمت رو عرض کردم، ولی محدودیت اصلی که در جامعه بر روی خبر پول هست سیاست گذاری پولی. اگر کشوری مثل ما سیاست گذاری پولی نداشته باشد و این دست بشود حجم پول را کنترل کرد، و وقتی حجم پول قابل کنترل نباشد مردم آگاه هستند، مردم رشنال عمل میکنند، بنابراین اقتصاد میره به سمت اینکه در واقع تورم و ابرتورم داشته باشیم. دو ابزار اصلی برای سیاست گذاری پولی، یکی عملیات OMO یا عملیات بازار باز است و دیگری تسهیل کمی. OMO یعنی در واقع مخفف Open Market Operations است یا عملیات بازار باز. تسهیل کمی یا تسهیل مقداری هم مخفف Quantitative Easing است، یعنی Easing یعنی تسهیل، Quantitative یعنی مقداری یا مقداری سنتی. این اولین جمله در واقع مقاله بانک مرکزی انگلیس است که چنین شروع می شود: The amount of money created in the economy ultimately depends on the monetary policy of the central bank. این همون مسئله بود که خدمت شما همین الان عرض کردن. مقاله می خواد به این بپردازن که عامل اصلی در تعیین مقدار پولی که در اقتصاد خرج می شود به سیاست گذاری پولی یا به سیاست پولی بانک مرکزی وابسته است. محدودیت های متعددی بر نظام بر خلق پول در جامعه مهار میزند، ولی مهمترین محدودیتی که خلق پول را در هر جامعه کنترل میکند سیاست گذاری پولی بانک مرکزی. اگر بانک مرکزی در دنیا باشه که هست که ادعا میکنه میگه ما بدون سیاست گذاری پولی میتوانیم تورم را کنترل کنیم، خب دیدیم که نتوانستند. فرمان باید سیاست گذاری پولی اعمال بشه. در زمانهای عادی این کار با تعیین نرخ‌های بهره انجام می‌شود. سیاست‌گذاری پولی هم دو نرخ با هم دیگه، یکی نرخ بهره است، یکی نرخ تورم هست. این دو نرخ رو با هم دیگه در واقع تنظیم می‌کنند و هدف‌گذاری می‌کنند. هدف‌گذاری نرخ تورم بیشتر اثر روانی دارد و انتظارات رو کنترل می‌کند. اما هدف‌گذاری در واقع هدف‌گذاری نرخ بهره یک هدف گذاری است که بانک مرکزی در بازار بین بانکی دخالت خواهد کرد. دقت فرمودید؟ در بازار بین بانکی بانک مرکزی دخالت خواهد کرد. این اسلاید بعدی است. باز اینها را من در جلسات پیش عرض کرده بودم. این هم یک اوورویو از در واقع ترازنامه بانک مرکزی هست که الان من خیلی سریع خدمت عرض می‌کنم. ببینید پول در جامعه ما در واقع باز یک تعریف جدیدی داره. این پولی که تا الان خدمت شما بحث کردم و در ادامه مقاله هم بحث می‌کنیم مجموع پول و شبه پول هست. در ایران به مجموع پول و شبه پول میگیم نقدینگی، در خارج از ایران به مجموع پول و شبه پول میگیم لیکویدیتی. دوستان اگر که چت دارن می‌کنن بنویسن لیکویدیتی. و پول در جوامع معمولا مجموع اسکناس و مسکوب و سپرده های جاری رو میگیم. این مجموع اسکناس و مسکوب و سپرده های جاری امکنون در حدود 16% هست. بنابراین آماری که برای آبان ماه پارسال دیگه مقداری خیلی پس ما، ولی در اردیبهشت ماه سال 1997 که الان در واقع داریم نزدیک 2 سال پیش، مقدار شبه پول و به مقدار اسکناس و مسکوب و سپرده جاری، یعنی مقدار پولی که ما داریم اینجا الان تعریف می‌کنیم خدمت شما، به کمترین مقدار خودش در تاریخ ایران و به کمترین مقدار در کل جهان رسید که این مقدار به 11% رسید و این دلیل کنترل تورم بود که اون زمان مسئولان بانک مرکزی اعلام میکردن که ما داریم سالمسازی نقدینگی انجام میدیم، اما ما میدانیم که این سالمسازی نقدینگی متاسفانه نبود. و بعد که در این 2 سال تقریبا مقدار نسبت پول در نقدینگی افزایش پیدا کرد، از 11% به 16% رسید، این یکی از دلایلی بود که موج تورمی در جامعه شروع شد. همین 5% به علاوه رشد نقدینگی که مثل گذشته ادامه پیدا کرد، یعنی رشد نقدینگی بالایی نبود در سال 97 و 98، اما همونطور که مستحضر هستید به عنوان مثال موجب شد که قیمت ارز از یک چیزی حدود 4000 تومان
به 18 هزار تومن هم برسه و بیاد پایین مثلا به 12 تومن و الان هم تو حدود 16 تومن هست، یا شاخص بورس مثلا حدود بیش از 3 برابر 4 برابر رشد کرده، یا قیمت مسکن 3 برابر رشد کرده. شما دقت بفرمایید اگر نسبت پول ما در نقدینگی به جای اینکه از 11 به 16 برسه از 11 مثلا به 26 میرسید، چه اتفاقی میافتاد برای قیمت ارز، برای قیمت مستقل؟ خیر، اما شبه پول تعریفش چیه؟ شبه پول در ایران نداریم. در ایران اون چیزی که داریم شبه پولی که ما مینامیم در واقع سپرده هزینه های بانک هاست. چرا شبه پول در ایران نداریم؟ شبه پول در واقع پول پارک میشه در بانک تا یک مدتی سپرده گذار دسترسی به پول ندارد. چون سپرده گذار پول خودش رو به بانک سپرده به طور کامل و قدرت جذبش رو دیگه نداره، بانک یک سودی به سپرده گذار میده. اون شبه پول رو بانک میره معادل اون تسهیلات و همون میزان ایجاد خواهد کرد و بانک خیالش راحت هست که در اون مدت میتونه مدیریت نقدینگی رو، مدیریت ورود و خروج سپرده رو به خوبی انجام بدهد. حدود 84% نقدینگی ایران الان شبه پول یا سپرده هزینه زای بانک هست. این یکی از دلایلی هست که مقدار ربح در اقتصاد خیلی بالا، مقدار سود که بانک ها در واقع از هیچ هم به وجود می آورند، سود های موهومی که به وجود می آورند و به سپرده گذاران می دهند، خب خیلی بالاست. البته الان که شرایط تورمی داریم، بانک ها تورم دوست هستند و در شرایط تورمی وضعیت سوداوریشون بهتر خواهد. دوستان سوالی دارم نمیشتن چرا بانک مرکزی سپرده 5 ساله رو ایجاد نمی کنن؟ ببینید سپرده 5 ساله خوب میکنن، ایجاد نمیکنن، ولی به این دلیل بوده که اگر بنا داشتن نرخ تورم رو به سرعت کاهش بدهند، خب صلاح نیست سپرده 5 ساله منتشر بشه فعلا، چون که تا 5 سال نظام بانکی هزینه خیلی بالایی رو پرداخت خواهد کرد. اما خب سالهای سالی که سپرده های 5 ساله رو متوقف کردن، حتی سپرده های 2 ساله، 3 ساله، 4 ساله متوقف شده. سالهاست این قضیه ادامه داره، ولی متاسفانه نرخ تورم هم کنترل نشده. نوشتن که استاد پول پربهره چیه؟ حالا نمیدونم چیه. پول پربهره چیه؟ پول پرقدرت میتونه بگه که همون پایه پولیه. پول پرقدرت همون پایه پولی. همون نرو مانیست. همون مانیتری بیس یا پایه پولیست. ولی پول پربهره نداره. یک سوال دیگه هم بفرمایید من ادامه. نظر به این که در نظریه مدرن پولی خرق پول از هیچ است، چرا ترازنامه بانک ها به صورت ماهانه مورد توجه معلومه چرا مورد توجه تحلیلگر هاست؟ ببینید خرق پول از هیچ به معنی خرق ثروت از هیچ نیست، برعکس اتفاقا، یعنی مؤسسات بسیار والنربل هستند، یعنی آسیب پذیر هستند. خرق پول از هیچ به منزله کشیدن چک هست. ببینید من یک چکی میکشم میدم خدمت شما، حالا این چکی که من خدمت شما دادم، شما از این چک استفاده میکنید میدید به فرد دیگری، اون فرد هم میده به فرد دیگری. این چک که در اختیار شما قرار داره برای شما یک ثروت یا دارایی به حساب میاد، به شرط اینکه من پول شما رو بدم. برای بنده یک بدهی به حساب میاد. دقت بفرمایید، من مشکل دارم چون چک کشیدم دادم به شما. اگر پولیشو پاس نکنم شما هم مشکل دارید، اگر پاس بکنم فقط مشکل خودمه. شما به عنوان دارایی به اون برگه نگاه میکنید. بانک که خلق پول از هیچ انجام میدهد، پولی که بانک خلق میکند برای من و شما سپرده است و برای من و شما اون در واقعی که دارایی به حساب میاد، یک بار ثروت به حساب میاد، ولی برای بانک ثروت به حساب نمیاد. برای بانک یک سپرده، در واقع سپرده یک نوع بدهی است که اتفاقا چون روز بعد یا روز بعدش یا روز بعدش از بانک خارج خواهد شد. در نهایت بانک وقتی تسهیلات میدهد، اون سپرده‌ای به وجود میآورد بانک که در روزهای آینده از بانک خارج خواهد شد و بانک موظف است در بازار بین بانکی معادل اون رو به بانک دیگر پرداخت کند. پس بنابر این خلق پول از هیچ به هیچ عنوان برای بانک معادل خلق ثروت نیست. بانک تنها در حالتی میتواند خلق ثروت کند که تسهیلات ایجاد کند، به افراد بدهد،
افراد این تسهیلات رو به صورت کامل به بانک برگردانند. یعنی بانک خلق پول میکند، بعد وقتی اصل اون خلق پول برگشت، محو پول به طور کامل اتفاق میفته. وقتی سود اون تسهیلات برگشت، اون مقدار سودی که برگشته در واقع خلق پول بال ببخشید حذف پول بالاتری رو انجام میدهد، که این حذف پول بالاتر حالا برای بانک به عنوان ثروت در نظر گرفته میشه. بانک میتونه معادل اون حذف پول اضافی سود به سپرده ها بدهد و سود به سهامداران بدهد. حالا است که بانک داره سود میکنه. خلق پول برای بانک سوداوری ندارد، محو پول یا حذف پول است که برای بانک سود. چگونگی خلق این سپرده های بانکی اغلب تصور نادرست وجود دارد. چرا تصور نادرست وجود داره؟ از اولین نکته که ما باید بدونیم که یک بانک نوعی فرازهاش به چه نحو است. اگر یک شرکت غیر بانکی رو ما در نظر بگیریم، شرکت تجاری، هر از نامش یک سری دارایی داره و یک سری بدهی داره، یعنی محلی که برای ایجاد دارایی از اون استفاده شده. معمولا شرکت ها مثلا 30%، 40%، 50% سهام میفروشن. حقوق صاحبان سهام منبعی است که دارایی بعدن خریداری میشه. یک مقدار هم استقراض میکنن، بدهی دریافت میکنن از بانک ها. این مبالغ رو میرن یک مقداری دارایی های ثابت میخرن، مثلا کامپیوتر میخرن، مثلا ماشینالات میخرن یا ساختمون میخرن، زمین میخرن. یک مقدار هم ورکینگ کپیتال هست، یعنی پول نقد در بانک نگه میدارن، یا موجودی مواد اولیه، موجودی انبار، یا ریسیوبلز، یعنی تعهداتی که افراد دیگر به این شرکت دارن. این ترازنامه یک شرکت نوعی غیر بانکی است. اما در بانک خیلی قضیه تفاوت داره. بانک ها میتونن بدون سرمایه کامل زیست کنند، یعنی مقدار حقوق صاحبان سهام میتونه کامل صفر باشه. بعد بانک میتونه تمام منابعش از محل سپرده تامین کنه، یا دپازیت یعنی سپرده. سپرده میتونه 100% منابع بانک از محل سپرده ها باشه، یا اینکه یک بخشیشو از محل تریدینگ لایبیلیتی تامین کنه. تریدینگ لایبیلیتی و تریدینگ اسیت یعنی اون فعالیت های خرید و فروشی که بانک ها انجام میدن. بانک ها یک نوع فعالیت های بانکداری دارن، یک نوع فعالیت های بازار سرمایه دارن، در بازار سرمایه به عنوان مثال بازارگردانی انجام میدن. پس هر روز که به ترازنامه بانک نگاه کنیم، یک مقداری دارایی های حاصل از فعالیت های خرید و فروش داره، یک مقدار هم بدهی های حاصل از خرید و فروش داره. ولی این قسمت رو که شما میبینید تحت عنوان trading assets و trading liabilities شناخته نشون داده شده، اینها فعالیت های غیر بانکی بانک ها شناخته میشود. فعالیت بانکی بانک ها معمولا در طرف دارایی ها بانک تسهیلات یا لونز داره یا وام. در طرف بدهی ها از کجا تأمین شده؟ بانک سپرده دریافت میکنه، یا بانک در واقع حقوق صاحبان سهام سهام دریافت میکنه. سپرده و سهامی که بانک دریافت میکنه، یک بخش اندکیش رو حدود 7-8% به صورت متوسط در دارایی ثابت و در واقع کامپیوتر و لوازم اداری سرمایه گذاری میکنه، بقیهش رو تسهیلات ارائه میده بانک. اما این مسئله که خدمت رو عرض میکنم روی کرده متعارف به نظام بانک داریست عدارب رو درک کرده بودم. مختصر خدمت شما بگم، بانک وقتی سپرده دریافت میکنه این بدهی بانکه، وقتی تسهیلات میده این دارایی بانکه. فعلا این از بنده داشته باشید. بیریم سراغ اسلاید رو باشید. خب دوستان دقت بفرمایید، مقاله بانک مرکزی انگلیس میگه whenever، اینجوری نوشته مقاله بانک مرکزی انگلیس 2014، whenever a bank makes a loan it simultaneously creates a matching deposit in the borrower's bank account thereby creating new money. این جمله رو که دفتر خوندم به خاطر اینکه جمله بسیار جمله مهمه و این مقاله در واقع تموم کرده کار رو. یعنی به نظر میسه بعد از این مقاله خیلی از افرادی که تخصص در زمینه پول بانک داشتن به همین نگرش رسیدن. واندهی بانک های تجاری اصلی ترین روش خلق پول است. هر زمان بانک وام میدهد همزمان سپرده متناظری در حساب بانکی وام گیرنده ایجاد میشود
که در نتیجه پول خرج می شود. این رو هم باز توضیح دادم، الان مجددا خدمت رو توضیح میدم. وقتی که یک بانک یک تسهیلات، الان میبینید یک لون سه، یک لون یا یک وام 100 میلیون دلاری به وجود می آورد، در کامپیوتر بانک برای اون مشتری خاص یک حساب بدهی ایجاد می شود، یک حساب تسهیلات ایجاد می شود 100 میلیون دلار در اون حساب تسهیلات عدد تایپ می شود. به محض اینکه انتر زده میشه، معادل همون 100 میلیون دلار هم در حساب سپرده مشتری عدد تایپ می شود. این دوتا با هم دیگه مساوی هستند. پس از کجا این 100 میلیون دلار به وجود آمد؟ همین عدد تایپ شده، 100 میلیون دلار تسهیلات به وجود آمد، در اختیار مشتری قرار گرفت. مشتری چگونه پرچسینگ پاور یا قدرت خرید دریافت میکنه وقتی این 100 میلیون دلار به وجود آمد؟ چگونه؟ در حساب سپرده مشتری هم، در حساب سپرده مشتری هم 100 میلیون دلار عدد تایپ می شود. حالا مشتری پول رو چکار می کنه؟ ببینید این نحوه خلق پول هست. در نظام سنتی هم همین نحوه، یعنی در نظام سنت در اقتصاد متعارف هم واقعا به همین صورت خلق پول صورت می گرفته. سوال اینجاست که مشتری با این پول چکار می کنه؟ مشتری قطعا وام نمی گیره که درون بانک نگه داره. البته ما در نظام ایران در سال 92 تا سال 97 متاسفانه این رو داشتیم که مشتری ها می رفتن وام های سوبسیدی می گرفتن، مثلا تسهیلات کشاورزی می گرفتن، مثلا با نرخ 10% و 12% و 8%، ولی همون پول رو می رفتن در حساب سپرده نزد همون بانک سرمایه گذاری می کنن با نرخ 22%. این اتفاق افتاده در اقتصاد ایران. ببینید چه راندهایی در اقتصاد ایران به بعضی از ویژه خواران تقدیم می شوند. برای افراد خرد مثل حالا بنده، شاید شما جز افراد خرد نباشید، ولی برای بنده وقتی من دارم بانک یک حساب سپرده 15% برای من باز میکنم، ولی برای افرادی که مثلا 10 میلیارد 20 میلیارد 1000 میلیارد 5000 میلیارد 10000 میلیارد در بانک سپرده گذاری میکنن، بانک این رو در صندوق سرمایه گذاری میکنه، خودش راهنمایی میکنه و یک نرخی بین 20 تا 23.4% به اون مشتری پول پرداخت شده. پس در اقتصاد ایران اتفاق افتاده. اینها رو بهش میگیم انامالیز، یعنی موارد نامتعارف و نامعقولی که در نظام ها اتفاق میفته. بله، حالا پس از کجا خلق پول انجام میشه وقتی تسهیلات داده میشه؟ از هیچ خلق پول انجام میشه. حالا دقت بفرمایید، میریم اسلاید بعدی. گرچه بانک های تجاری از طریق وامدهی پول خلق میکنن، ولی نمیتوانند آزادانه و بدون محدودیت این کار را انجام دهند. اینو من توضیح دادم و بعدا هم در مقاله خیلی بیشتر توضیح خواهیم داد. بانک ها برای اینکه سوداوری خود را در یک بازار رقابتی حفظ کنند، مجبور هستند مقدار وامدهی خود را محدود کنند. اگر الان بعدا توضیح خواهم داد، اگر بانکی مقدار سوددهی خود، مقدار وامدهی خودش را محدود نکنه، از یک طرف سوداوری بانک هایش پیدا میکنه، چون اولا نرخی که باید از مشتریان دریافت کنه بالاتر هست، یعنی تسهیلات رو باید با تخفیف به مشتریان بده. این نکته اول هست، تسهیلات رو باید با تخفیف در اختیار مشتری قرار بده. نکته دوم این هست که باید به مشتریانی که ریسک بالاتر دارند وام بدهد. هر دوی اینها سوداوری تسهیلات دهی یا وام دهی بانک ها رو کاهش میده. اما علاوه بر این، وقتی بانک به صورت اگریسیو و به صورت تهاجمی وام میدهد، از اون طرف سپرده های ایجاد میکند که اون سپرده ها خیلی سریعتر از بانک خارج میشود. اگر سپرده ها از بانک خارج شوند، حالا بانک با مشکل تسویه در بازار بین بانکی مواجه خواهد شد و ممکنه ورشکست بشه. برای اینکه بانک ورشکست نشه، بانک مجبور هست یا سپرده با نرخ بالاتر بپذیرد، یعنی پیشنهاد بده که با مشتریان پولها رو از بانک خارج نکنند و نرخ سود بالاتری به مشتریان بده، یا اینکه در بازار بین بانکی باید بالاتر استقراض کنه. از یک طرف در یک سیاست تهاجمی تسهیلات دهی که یک مثلا بانکی بخواد سهم بازار بالاتری داشته باشد، از یک طرف این بانک سود از تسهیلاتش کاهش خواهد یا
از طرف دیگر سودی که بر سپرده ها و بر منابع خودش پرداخت خواهد کرد بالاتر خواهد بود. هر دوی اینها پروفیت مارجین رو یا نت اینترست مارجین رو کاهش میده. پس من اینجا خدمتتون مینویسم مجددا این مسئله رو، پروفیت مارجین یا نت اینترست مارجین. از دقیق بفرمایید، نت اینترست مارجین مساوی است با نت اینترست مارجین. این همون پروفیت مارجین برای بانک. این هم پروفیت مارجین است. اما از اونجایی که حتی در یک نظامی که همه بانک ها خصوصی هستند و حتی به دنبال سود هستند، بانک ها می توانند از مقررات فرار کنند، بانک ها می توانند سود ببخشید ریسک سپرده گذاران رو به شدت افزایش بدن و به ضرر جامعه کار کنند. بنابراین در همه دنیا تقریبا به جز کشور ما و شاید چند تا کشور دیگه، در دنیا مقررات احتیاطی یا مقررات تنظیمگری برای بانک ها به شدت اعمال می شود. تقریبا می توانیم بگوییم که در کشور ما نظارت بانکی وجود ندارد، در واقع مقدمات قانونی نظارت بانکی هم وجود ندارد. حتی یک بار که معاونت نظارتی بانک مرکزی در سالهای گذشته به یکی از مؤسسات مالی اعتباری فشار آورده بود، اون مؤسسه رفته بود در دیوان ادارات اداری شکایت کرده بود و حکم بازداشت کارمندان نظارتی بانک مرکزی رو دریافت کرده بود. ما چنین وضعیتی در هیچ کشور دیگری در دنیا نداریم. مسئله در مورد رفتار خانوارها انشاءالله بعدا خدمتون توضیح میدم که در برخی موارد خاص خانوارها و شرکت‌هایی که پول خرج شده با وامدهی جدید را دریافت می‌کنند به اقداماتی دست می‌زنند که بر موجودی پول تأثیر می‌گذارد. مثلا ممکن اگر شما یک وامی می‌دید، این وام در نهایت به باز پرداخت وام دیگری منجر بشه. در این شرایط کل حجم وامدهی ثابت خواهد بود. پول رو شما به وجود میارید، تسهیلات رو به وجود میارید، همون تسهیلات مجدداً نابود خواهد شد، همون پول مجدداً خرج خواهد شد و نابود خواهد شد. سیاستگذاری پولی از کنم سیاستگذاری پولی سقف نهایی به خلق پول اعمال می کند. Monetary policy acts as the ultimate limit on money creation. هدف بانک مرکزی انگلستان اطمینان از این قضیه است که میزان خلق پول در اقتصاد با دو هدف گذاریه، ببخشید دو تا هدف گذاری داره، با هدف گذاری تورمی پایین و با ثبات سازگار باشه. نه اینکه در کشوری مثلا دو سال نرخ تورم 7-8% داشته باشیم، دو سال بعدش نرخ تورم بالای 30-40% داشته باشیم. هدف بانک مرکزی انگلستان و بانک‌های مرکزی کلیه کشورهای صنعتی این است که اولا نرخ تورم رو معمولا زیر 2% نگه می‌دارن. این هدف اول هست. هدف دوم این هست که نرخ تورم فقط خیلی هم باثبات باشه و تغییرات زیاد نداشته باشه. در شرایط عادی بانک مرکزی انگلستان با تعیین نرخ بهره ذخایر خود سیاست پولی را اجرا می‌کنه. من در این مورد توضیح دادم خدمتتون. سپس این نرخ بر دامنه‌ای از نرخ‌های بهره در اقتصاد شامل نرخ بهره وام‌های بانکی تأثیر می‌گذارد. خیلی خوب. من وقت به دو صورت این سیاست‌گذاری پولی انجام می‌شود که یکی از طریق عملیات بازار باز هست و دیگری از طریق عملیات تسهیل مقداری. چون عملیات بازار باز و تسهیل مقداری رو قبلا خدمت شما توضیح داده بودم، الان من اومدم روی از اسلاید اومدم روی مانیتور روی صفحه دیگر. دقیق بفهمید OMO مساوی است با Open Market Operations یا Operation، QE مساوی است با Quantitative Easing. اتفاق میدید در Open Market Operations دوستان کسی سوالی داره؟ خانم صمدی ببینید سوالی که فرمودید، ببینید ما
در کلاس ما این صحبت رو باید مدار دقیق تر شما مطرح بفرمایید. مردم در نظام بانکداری پیشرفته خیلی به ندرت پول از بانک خارج میکنن. اینو دقت بفرمایید. مردم پول از بانک خارج نمیکنن. مردم پول رو هم در بورس نمیگذارن. این جمله که شما فرمایید یعنی مردم به بانک مراجعه کنند، اسکناس و مسکوت دریافت کنند، مثلا یک کامیون 500 تومانی سکه 500 تومانی دریافت کنند، برن بریزن جلوی سازمان بورس بگن آقا من پول آوردم میخوام سهام بخرم. این قضیه اصلا اتفاق نمیفته. اتفاقی که میفته صحبت شما درست ها، یعنی معنی صحبت شما مشکل نداره. صحبتی که شما میفرمایید این هست که مردم قبلا سپرده های بلند مدت در بانک ها داشتن. این سپرده های بلند مدت ازش دریافتی داشتن. چون ما رسیدیم به شرایط تورمی و نرخ، سوال خوبی که مطرح فرمودن، ببینید وقتی افراد میبینن که در شرایط تورمی نرخ بازده بانک حساب بانکیشون سپرده بانکیشون منفیه، در سال 96 مثبت بوده، مثبت 10% واقعی نرخ بهره واقعی بانک از بانک ها به مشتریان سپرده گذار خودشون پول میدادن، الان نرخ بهره اصلی همون مقدار سابق هست ولی نرخ تورمی شده 40%. بنابراین کسانی که پولشون رو داخل بانک نگه دارن ضرر میکنن. افراد چیکار میکنن؟ افراد این پول رو وارد حساب جاری میکنن، منتقل میکنن به حساب جاری کارگزاری ها. اینجا قبوله؟ در واقع شبه پول تبدیل به پول شد، حساب بلند مدت تبدیل به حساب روزانه شد، به حساب جاری یا کارنت اکانت شد. اینجا فرمایید کارنت اکانت، کارنت اکانت یک تعریف البته یک مقدار تفاوت داره، ولی ترانزکشن اکانت هم میخونیم، ترانزکشن اکانت یعنی حساب های مبادلاتی، حسابی که باش ما معامله انجام میدیم، پول نقل و انتقال انجام میدیم. دقت فرمودید؟ خب ببینید چه اتفاقی در نظام بانکی ما میفته. اون پول های بلند مدت، سپرده های بلند مدتی که وجود داشت، اون رو مشتری میاد خالی میکنه، صفر میکنه، پولش رو میریزه در حساب جاری کارگزاری. کارگزاری با اون چیکار میکنه؟ سهام میخره. وقتی سهام میخره منتقل میکنه به حساب جاری فروشنده سهام. توجه فرمودید؟ این باعث خواهد شد، اگر ادامه پیدا بکنه باعث خواهد شد نسبت پول در نقدینگی افزایش پیدا کنه، نسبت شبه پول در نقدینگی کاهش پیدا کنه. بنابراین اون جمله که خانم صمدی فرمودن که من ایراد گرفتم اینه که پول از بانک خارج نمیشه، پول از حساب هزینه‌زا به حساب جاری منتقل میشه. وقتی پول از حساب هزینه‌زا به حساب جاری منتقل شد، در واقع پول از تورم بالقوه، نقش پول از ایجاد تورم بالقوه تبدیل میشه به ایجاد تورم فعلی. دقت فرمودید؟ پول در اقتصاد وقتی حجم پول بالا بره، پول در مقابل شکل پول. دقت فرمودید؟ الان جهت اطلاع شما دوستان، مقدار رشد پول ما چقدر بوده امسال؟ کسی از دوستان میدونه؟ M1 M1 چقدر بوده؟ خیلی نه عزیزان، آقای مصطفی پور اونی که شما نوشید 22%، ما آقای بهراد امین نوشتن 29%، در واقع 25.6% رشد نقدینگی بود در گذشته. آقای بهراد امین به درستی نوشتن در آخرین گزارش بانک مرکزی 28% نرخ رشد نقدینگی بوده، به باور بنده الان 29 یا 30% نرخ رشد نقدینگی. پس ولی از اون نرخ رشد نقدینگی یک بخش شبه پول بوده، یک بخشش پول بوده. بخش پول ما چقدر افزایش پیدا کرده؟ بالای 40%، یک چیزی بین 40-50% پول ما افزایش پیدا کرده. درست فهمیدید؟ پول ما 40-50% افزایش پیدا کرده. شبه پول ما من بعدش هم هست یک چیزی زیر 20%. پس الان پول به شدت در حال رشد هست. نه اون که 16% که شما فرمودید نسبت M1 به M2 فرمودید M1 تقسیم بر M2، M1 یعنی اون پولی که قبلا براتون تعریف کردم،
ببینید اون پولی که قبلا براتون تعریف کردم N1 بود، بعد نقدینگی قبلا براتون تعریف کردم N2 شناخته میشه، N1 به N2 چیز حدود 16%، یعنی شبه پول. پس شبه پول هم هست M2 منهای M1 هست که چیزی حدود 87%. خب مثلا تقسیم بر M2 اگر در نظر بگیریم، تقسیم بر M2 مساویست با 84% الان رسیدیم. الان من فکر کنم کمترم باشه، مثلا حدود 83 باشه. خب حالا دقت بفرمایید، وقتی که پول شما افزایش پیدا کرد در جامعه، این پول لاجرم تورم به وجود می آورد. اما دقت بفرمایید، این تورم ممکنه در بازار کالا و خدمات حقیقی به وجود بیاد، یا اینکه تورم در کدوم بازار به وجود بیاد دوستان؟ تورم در بازارهای مالی به وجود بیاد، در بورس مشخصا بازار سرمایه، بازارهای مالی ممکن است به وجود بیاد. دقیق فرمودی؟ بنابراین الان اگر ما خدا را شکر تورم 30-40% داریم، نه تورم 300-400%، دلیلش این هست که بازار بورس خیلی فعاله. ولی آیا بازار بورس میتونه همینطور ادامه بده؟ من شک دارم. ولی امروز در ساعت 8 که ما لایو اینستاگرامی داریم، روی مثلا بحث خواهی میکرد. خب پس دقت بفهمه، تا وقتی که بازارهای مالی در حال رشد هستند، نرخ تورمی که ما به عنوان تورم میشناسیم منفی هست، در اقتصاد منفی هست، و تقریبا تمام اقتصاددانان معتقدند که تورم یک پدیده خبیث هست. هستند اقتصاددانان کینزی که هنوز معتقدند که اگر تورم در اقتصاد به وجود بیاید خوب هست، یک پدیده مثبت هست. هستن، تعدادشون بسیار اندکه. در حال بعضی ها هستن که مرتب صحبت های منفی میکنن دیگه. این اقتصاددان ها نه، بالاخره اینجور عقایدی هنوز داره مطرح میشه، ولی خیلی به ندرن. اکثر قریب اتفاق مردم دنیا و کارشناسان اقتصادی تورم پدیده خبیث میدارن. اما همین افزایش قیمت اگر در بازار مسکن انجام شود، انجام که مسکن دارن خیلی سود خواهند کرد، بعضی از جامعه که مسکن ندارن خیلی در واقع وضعیتشون در بلند مدت بدتر خواهد شد. پس بنابراین تورم، شاخص تورم قیمت مسکن رو در خود لحاظ نمی کند، ولی قیمت، ولی نرخ اجاره رو ما در شاخص تورم داریم. افزایش قیمت دارایی ها باعث میشه نابرابری در جامعه افزایش پیدا کنه، برخی وضعشون بهتر بشه و بقیه وضعشون بدتر بشه. تورم هم این قاعده رو داره، ولی در تورم خیلی افراد ضرر میکنن، یعنی معمولا جوامع مخالف تورم هستن. ولی اینطور نیست که مثلا جوامع مخالف افزایش قیمت مسکن باشن یا مخالف افزایش قیمت سهام باشن. اما جایی که به نفع اقتصاد معمولا تموم میشه این هست که این رشد پول در نهایت منتقل بشه به بازار اوراق. چرا اگر به بازار اوراق منتقل بشه به نفع جامعه هست؟ چون نرخ اوراق افزایش پیدا میکنه. در واقع مثل این میمونه که یک اوراقی بوده که تا دیروز مثلا 10 تومان نرخ کوپنش بوده، مثلا 10 دلار سود میداده روی هر 100 دلار. پس بنابراین 10% در سال داشته سود میداده. دقیقا فرمودید؟ حالا اگر قیمت اوراق بالا بره، پول وارد بازار اوراق بشه، اون 10 تومن نرخ کوپن که 10 تومن میمونه، مثلا این اوراق 30 ساله است، تا 30 سال این اوراق داره 10 تومن در هر سال میده، یا 10 دلار در هر سال میده. ولی فرض کنید قیمت میشه 200 دلار. حالا چند درصد شد سود ما؟ بازده اون اوراق چقدر میشه؟ دوستان دقیقا فرمودید بازده اوراق چقدره؟ احسنت، یعنی نرخ بهره پایین میاد. حالا فرض کنید باز هم دو برابر بشه، یعنی ببینید ما چه حجمی از پول را منتقل کردیم به بازار اوراق، حالا نرخ بهره چقدر میشه؟ 2.5%. باز فرض بفرمایید، فرض هم باز دو برابر کنیم، 10 تقسیم بر 800 مساوی است با
مساویس با 1.25. فقط فرمودید درصد. ببینید یعنی چی؟ یعنی قیمت اوراق 8 برابر شد. ببینید چه حجم نقدینگی جذب این بازار اوراق شد برای مبادلات. از اون طرف نرخ بازده در اقتصاد کاهش پیدا کرد. نرخ بازده که در اقتصاد کاهش پیدا میکنه یعنی به رونق می افزاید. یعنی رونق افزایش پیدا میکنه در اقتصاد. بنابراین اون بازاری که اگر ما بنای کنترل تورم داشته باشیم اون بازار رو باید اکتیو بشه و فعال بشه، به نظر میرسه دوگانه بازار سرمایه و بازار اوراق خواهد بود. نوشتم که انتظارات تورمی نمیذاره. نه عزیز من، تا حالا این مطالبی که من به خدمت شما عرض میکنم در این کشور اجرا نشده. اگر در این کشور اجرا بشه، اول باید نرخ اوراق افزایش پیدا کنه و نرخ در واقع بلافاصله شما ملاحظه خواهید کرد اگر نرخ اوراق افزایش پیدا کنه انتظارات تورمی شروع میکنه به کاهش یافتن. منتها این در واقع پالیسی اسپیس. دوستان میدونید پالیسی اسپیس یعنی چی؟ پالیسی اسپیس یعنی فضای سیاست گذاری. فضای سیاست گذاری. دوستانی که فونت فارسی دارن بنویسید توی در چت بنویسید فضای سیاست گذاری. فضای سیاست گذاری یعنی شرایط موجود اجازه میده ما از این ابزارها استفاده کنیم یا نه. به باور بنده فضای سیاست گذاری برای اوراق هم در ایران داره تموم میشه. چرا فضای سیاست گذاری در ایران داره تموم میشه؟ داره بسته میشه. پنجره باز بوده داره بسته میشه. چون شما الان اگر بازار اوراق رو رونق بدهید بازار بورس سقوط میکنه. دقت فرمودید؟ بنابراین همزمان با رشد بازار بورس ما باید بازار اوراق رو هم رشد میدادیم. الان کار واقعا وظایف بسیار سختی وجود داره برای کنترل اقتصاد. این رو دقت بفرمایید. بنابراین در پول مهمترین نقشی که داره ابزار مبادله است. این مبادله میتونه بر روی قیمت کالا و خدمات انجام بشه که قیمت کالا و خدمات رو افزایش ممکنه بده. قیمت کالا و خدمات که افزایش پیدا میکنه ما تحت عنوان تورم اینو میشناسیم. اما اگر قیمت دارایی ها رو افزایش بده مثل مسکن، مثل بفرمایید مثل بورس بازار سرمایه و مثل اوراق، اگر قیمت دارایی ها رو افزایش بده این پول در واقع در تورم کالا و خدمات ملحوظ نمی شود و محاسبه نمی شود، ولی نقش بسیار مهمی خواهد داشت. بنابراین نه فقط شما دوستان در تحلیل های خودتون، مخصوصا در تحلیل های بازار سرمایه اگر شما سرمایه گذار هستید، نه فقط به درستی باید بدونید پول، مسیر پول کجاست، مهاجرت پول به کجا صورت میگیره، نه فقط باید این رو به درستی تنظیم بکنید و تحلیل بفرمایید و بدانید که چه پای پولی چگونه داره رشد میکنه، پول نظام بانکی، پولی که در دست ماست داره چگونه تغییر میکنه، بلکه باید مسیر پول مخصوصا به بازار املاک و مستغلات و از اون مهمتر به بازار مالی رو هم مد نظر قرار بدهید تا بتوانید تحلیل درستی داشته باشید. من مجددا اینو شیر میکنم خدمتتون. پس ما در مورد سیاست گذاری، در مورد عمل که در دانشگاه ویرجینیا تک وارد دپارتمان فایننس شدم، متوجه شدم ان دی فایننس رو مشغول شدم، دیدم هر درسی که اینها طراحی کردن مطالب مهم در حداقل 2 درس تکرار میشه. مثلا محاسبات مثلا آپشن ها رو در 2 درس تکرار میکنن، محاسبات مثلا کش فلو رو در 2 درس تکرار میکردن. این تکرار باعث میشه جا بیفته، وگرنه شما فکر میکنید یاد گرفتید ولی یک ماه دیگه کامل در واقع میبینید که فراموش کردید. من هم واقعا ما وقتی که من این چیزی هم خدمتتون عرض کنم، ببینید دوستی برای من تعریف میکردن در ابتدای انقلاب، ایشون معاون وزیر راه بوده، میگفتن ما میخواستیم راه آهن تهران مشهد رو برقی کنیم. بعد میگفت که تقاضا کردن شرکت خارجی بیان تندر بدن در منافسه شرکت کنن. میگم ما دیدیم یه شرکت آلمانی به نام زیمنس، این اومده بود در واقع مبلغی 4 برابر بقیه داده.
برای برقی سازی راه آهن تهران مشهد. گفت ما این رو صدا کردیم، گفتیم که شما حالتون خوب نیست، ما خیلی رقمتون تفاوت داره با بقیه. گفتم ببینید، ما آلمانی هستیم، ما همه کارا رو محکم و قرص انجام میدیم. ما وقتی به شما پیشنهاد دادیم راه آهن تهران مشهد رو برای شما برقی کنیم، مثلا اون سوله ای که باید این قطارها درش تعمیر بشن در نظر گرفتیم، یک نیروگاه استرایی هم در نظر گرفتیم که اگر برق شبکه قطع شد، برق این راه آهن قطع نشه. موارد متعدد استرایی هم در نظر گرفتیم. اون شرکت ایتالیایی که اومده به شما پیشنهاد داده، اون شرکت ایتالیایی فقط به شما پیشنهاد داده که این سیم رو بکشه. خیلی تفاوت هست بین اینکه سیم کشیده بشه یا یک کاری درست انجام بشه و تحویل بشه. دوستان عزیز، بنده و نام این هست و همیشه در کلاس ها همین بوده. من در بانک بولونگان که بودم همین بود. من اگر درسی رو شروع میکنم، هر چقدرم از بنده وقت بگیره، من بنا دارم اون رو کامل جامع و مانع خدمت شما تحویل بدم. اگر شما ببینید مطالب تکرار شده، از بنده خورده نگیرید. این روش من هست. حالا بعضی از دوستان ممکنه بپسندن، بعضی از دوستان ممکنه نپسندن. یکی از اساتیدی که در کلاس حضور داشتن اتفاقا به بنده خیلی خورده گرفتن. ایشون گفته بودن که من خودم استاد هستم، این آقا وقت ما رو تلف میکنه، این آقا مرتب توضیح میده. نه عزیزان من، اینها رو باید مرتب توضیح داد و بحث رو بس داد تا انشالله جا بیفته. باز هم با اینکه من دوره اول رو هم خیلی با آرامی و طمأنینه جلو رفتم، اما از سوال هایی که دوستان در همین امروز انجام دادن متوجه شدم یه تعدادی از دوستان ممکنه مطلب رو به درستی نگرفته باشن. هدف بنده انتقال دانش هست، نه اینکه این کلاس رو به سرعت تموم کنم. من با اجازهتون دوستان عزیز